سلام دوستای گل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه از اخبار آلمان، خبرهای آلمان در خدمتتون هستم. این خبر کمی ناراحت کننده است، میبخشید برای اینکه این خبر رو دارم میدم، ولی خب همونطوری که میدونید صرفا اینجور ویدیوها برای آموزش زبان آلمانی هستش که ما کلمات، فعلها و جمله های جدید در اینجور خبرها یاد بگیریم. من شروع میکنم، میگه 5 توته اون 14 فلتس، یعنی 5 کشته و 14 زخمی. واس بیا über die Amokfahrt in Trier wissen. Trier همون تریر هستش که آلمانی ها میگن تریر. البته بعضی از جاهای آلمان اینطوری تلفظ میکنن، بعضی جاها همون تریر میگن. در جنوب آلمان هستش. و بچه اموکفارت کلمه ای که شبیهش به فارسی داشته باشیم رو من حضور ذهن ندارم، شاید وجود نداشته باشه، ولی اموکفارت اصولا به وسیله نقلیه ای میگن که با عنوان سلاح برای کشتن دیگران، حالا انسان‌ها و حیوانات ازش استفاده میکنن، اصولا این اصطلاح رو به کار میبرن. وسیله نقلیه ای که به عنوان سلاح باشه بهش میگن اموکفارت. حالا شاید چیز دیگه به فارسی بشه گفت که من نمیدونم. میگه واس بیر über die Amokfahrt in Trier wissen. چه چیزی ما در مورد اموکفارت تو شهر تریر میدونیم. من بقیه خبر رو میبرم براتون روی ورد میارم، چون اینجا فونتش کوچیکه و شما خوب نمیتونید ببینید. شاید دوست داشته باش، بعضیا دوست داشته باشن همزمان با من آلمانیش رو بخونن، و به خاطر همین من میبرم رو ورد که شما بتونید با فونت بزرگتر ببینید. در ادامه خبر میگه این تخیه است این من این اینم اوتو دوش دی فوسگنگر زونه گفارن اون هات 5 منشن گتوتت اون 14 verletzt. Es gibt keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. یعنی در تریر مردی با ماشین از روی منطقه عابر پیاده رانندگی کرد، رفتش، رد شده و 5 نفر رو کشته، 14 نفر هم زخمی کرده. هیچ مدرکی برای انگیزه تروریستی وجود نداره. هینوایز یعنی مدرک. تروریستیشس موتیو یعنی یک انگیزه تروریستی. خب در ادامه میگه اروار میت اینم گلنده واگن اونتاوکس نوتست این گسیلت از وفه گگن پرزونن دی این در ادوینس سایت این در فوسگنگرزونه اونتاوکس واگن. خب منظورش از این قسمت چیه؟ گلنده واگن به ماشینای صحرایی مثلا جیپ میگن، یک نوعش جیپه، به ماشینای صحرایی میگن. میگه او با یک ماشین صحرایی در راه بوده و از ماشین به عنوان سلاح بر علیه مردمی که در زمان قبل از کریسمس توی منطقه عابر پیاده در راه بودن استفاده کرده. ادونت یعنی زمان قبل از کریسمس، یعنی قبل از کریسمس. ادونت سایت یعنی زمان قبل از کریسمس. وافه به سلاح میگن. در ادامه میگه دیمنشن زین نخ در اموک فارت فون تریر گشکت آگن سویگن تراماتیزیرد. خب معنی این چی میشه؟ یعنی این که مردم بعد از کشته شدن، مثلا کشتن با وسیله نقلیه در شهر تریر، شوکه شدن و شاهدان عینی
ضربه خوردن، ضربه روحی مثلا خوردن، منظورش اینطوری میشه. خب اگر میخواید بدونید که اون طرف کجایی بوده، اینجا گفته اینم فمسیش یاغ التا دویچه ایست میت اینم آتو دوش دی فوسکنگسونه این تریه گفارن و هد دابای فنف منشن گتویتد. یعنی یک مرد 51 ساله آلمانی از روی خط عابر پیاده عبور کرده و 5 نفر رو زیر گرفته و کشته. پس این طرف یک آقای آلمانی 51 ساله بوده. Unter den Getöteten ist auch ein 45 Jahre alter Mann und seine 9 Wochen alte Tochter. میگه در بین کشته شده ها یه مرد 45 ساله و دختر 9 هفته ایش، یعنی دخترش 9 هفته بوده که به دنیا اومده بوده، کشته شدن. Die Mutter des kleinen Mädchens sowie ein ein halbjähriger Sohn der Familie wurden verletzt in eine Trierer Krankenhaus eingeliefert. منظورش اینه که مادر این دختر کوچک به همراه پسر 1.5 ساله خودش مجروح شده و به یکی از بیمارستان های شهر تریر فرستاده شدن. Bei den drei weiteren Toten handelt es sich nach Polizeiangaben Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren. طبق گفته پلیس سه کشته شده دیگه خانم های 25, 52 و 73 ساله هستند. 15 weitere Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Lebensgefährlich یعنی تهدید مردن، یعنی اونایی که احتمال فوت شدنشون، یعنی بر اثر اون جراحتی که دارن احتمال فوت شدنشون هستش، تهدید به فوت شدن هستن. میگه 15 نفر از اون کسایی که زخمی شدن تهدید به فوت شدن هستن. Die Polizei hat den Mann 4 Minuten nach Ersthinweis festgenommen, so der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz. Es besteht keine Gefahr mehr. منظورش اینه که طبق گفته وزیر داخلی رینلند-فالس آقای روچر لونتس، پلیس این مرد رو بعد از 4 دقیقه بعد از حادثه ارس هیم واز، یعنی اولین نشانه، ولی منظورش اینه که 4 دقیقه بعد از حادثه دستگیرش کرده. اینجا اس بشته کین گفار می، یعنی دیگه هیچ خبر دیگه، هیچ خطر دیگه وجود نداره. Der festgenommen stammt aus dem Kreis Trier Saarburg. یعنی فرد دستگیر شده از منطقه تریر زاربورگ بوده. زین آتو ورده زیشگشتلت. زیشگشتلت اینجا به معنی تو از زیشگشتلن میاد، یعنی در اینجا معنی توقیف شدن رو میده. در اصل میگه اتومبیل او توقیف شده. ایس این در فرگانگن هایت نیش پولیزایلیش این ارشاینونگ گتخیتن. منظورش اینه که قبل از این در گذشته او تو پلیس پرونده ای نداشته. منظورش اینه. فور در تات هبه ار این اینم آتو گلپت اونت بای در فارت زای ار شتارک الکولیزیرت گوزن زودی پولیسای. خب میگه که پلیس گفته که قبل از این جرم او در ماشین زندگی کرد، در اتومبیل زندگی کرده و موقع رانندگی بسیار مست بوده.
in seinem Atem wurden 1,4 Promille gemessen. میگه توی وقتی که ازش تست گرفتن 1.4 پرومیل الکل تو مثلا توی نفسش بوده، توی خونش بوده، مشروب زیادی خورده بوده. انشالله آخر مشروب خوردن بکنه، انشالله بره تا آخر اون تو بمونه توی زندان، دیگه هیچ وقت بیرون نیاد. مگه آدم میتونه اینقدر مشروب بخوره مثل گاف بعد بره مردم رو زیر کنه؟ Behörden angaben zufolge soll der Fahrer sich das Tatfahrzeug von einem Bekannten geliehen haben. طبق گفته مقامات اداری، طبق گفته مقامات گفته میشه که این راننده این وسیله نقلیه رو، این ماشین رو از یک آشنا قرض گرفته. Der mutmaßliche Täter sei nicht Halter des Wagens. یعنی اینکه این مجرم صاحب ماشین نبوده. فقط نمیدونم اگر صاحب اون ماشین نبوده و چرا اونجا گفته که توی ماشین زندگی کرده، توی اتومبیل زندگی میکرده. حالا منظورش نمیدونم همین اتومبیل بوده یا اتومبیل دیگه ای بوده، یا اینکه تا قبل از اینکه مثلا این جرم رو مرتکب بشه حالا توی اون ماشین شب رو به صبح گذرونده، حالا هر چیزی هستش. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung bei dem 51-Jährigen. میگه به گفته دادستان عمومی نشانه هایی از بیماری روانی احتمالی در این فرد 51 ساله وجود داره. امیدوارم شما مثل من منظور رو گرفته باشید که بیماری روانی احتمالش وجود داشته، چون طرف اینجایی بود دیگه. بالاخره من حتما کامنت رو میبندم، چون میدونم بعد از این که من این ویدیو رو گذاشتم چه کامنت هایی میاد دیگه. بالاخره به خاطر همین ببخشید اگر کامنت رو میبندم دیگه. دی یوسیس بهرد موست دهر نخ entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. منظورش اینه که مقام قضایی باید تصمیم بگیره که آیا اون رو بازداشت کنه یا اینکه اون رو به یک مرکز روانی بفرسته، اونجا مثلا بازداشتش کنن، یعنی اون تو بمونه. آخه اینطوریه که توی آلمان، حالا نه توی آلمان، تو بیشتر کشورها اگر یک کسی مرتکب حالا قتل بشه یا اینکه حالا کسی رو به صورت خیلی جدی زخمی کنه و اینجور چیزا، اگر پرونده روانی داشته باشه، اگر مشکل روانی داشته باشه، اصولا به زندان نمیفرستنش بلکه به مرکز روانی میفرستن و خیلی از چیزش محکومیتش کمتر میشه یا اصلا کلا محکومیت نمیگیره، بستگی به اون دوز روانی بودنش داره. اینجا میگه es wurde deshalb ein Gutachten zur Schuldfähigkeit in Auftrag gegeben. منظورش اینه که مثلا یه کارشناسی باید انجام بشه که آیا ببینن اون واقعا مثلا مقصر هستش یا مثلا نیستش، چون اگر مثلا روانی باشه مقصر شناخته نمیشه. خب دوستان، اینم ویدیو امروز کمی ناراحت کننده بود، منم ببخشید اگر توپقی زدم توی ویدیو. بالاخره من همین الان خوندم، یعنی همزمان خوندم با شما و تمرینی روی متن نکردم، چون تمرین کنی خب مسلما خیلی راحت تر میتونی ویدیو رو متن رو بخونی و فیلم بگیری، ولی خب من همزمان با شما خوندم و همزمانم ترجمه کردم. اگر توپقی توش بود
من رو ببخشید، بازم میگم کامنت ها رو این دفعه میبندم چون حوصله راستش رو بخواید کامنت های نجات پرستانه و کامنت های علکی رو ندارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.